یفت، شهری که مدعی مرکزیت استان کرمان جنوبی است، پس از یک سال و نیم از روی کار آمدن شوراهای شهر هنوز شهردار ندارد. البته شورای شهر جیرفت تا به حال دو شهردار انتخاب کرده. یکی محمود مناصری که شهریور 1400 و به موقع انتخاب و تایید شد. اما دقیقاً یک سال بعد در حالی که در یک جلسه پرسش و پاسخ حاضر نشد، استیضاح شد و بعد هم خودش استعفا داد. پس از آن تورج امیرافضلی سرپرستی شهرداری جیرفت را بر عهده گرفت و شورای شهر هم در مهر ماه نعمت الله حسین زاده را به عنوان شهردار جدید به استانداری کرمان معرفی کرد. نعمت الله حسین زاده شهردار سابق جیرفت است، شهرداری که از سال 96 تا 1400 سکان شهر را به دست داشت و البته معاونش به دلیل پولشویی، اختلاس و اخذ رشوه دادگاهی شده بود. اینکه شورای شهر جیرفت چطور به شهردار پرحاشیه سابق برمیگردد عجیب است، اما رد صلاحیت شدنش از سمت دستگاه‌های نظارتی قابل پیش بینی بود. حسین زاده اواخر دی ماه رسما رد صلاحیت شد. هرچند مهلت قانونی شورای شهر جیرفت برای انتخاب شهردار تمام شده، اما به دلیل این رد صلاحیت مجددا 3 ماه به شورای شهر برای انتخاب شهردار وقت داده شده. یعنی تقریبا تا پایان فروردین ماه 1402. این یعنی شهر جیرفت شانس بودجه بندی اصولی با حضور شهردار جدید را از دست داده است. در تماسی که با احسان هوشمند رئیس شورای شهر جیرفت گرفتیم، مطلع شدیم ایشان تا پایان هفته آینده در سفر هستند و ظاهرا انتخاب شهردار اولویت او و دیگر اعضای شورای شهر نیست. دانشی هم به ما گفت احتمالاً انتخاب شهردار جیرفت به اواخر ماه بهمن و تایید به اسفند ماه میرسد. انتخابی که بیم آن میرود باز هم غیر شفاف و نادرست باشد. وضعیت شهرداری جیرفت چندان مناسب نیست. شهری با عقب ماندگی تاریخی که بودجه امسالش فقط 200 میلیارد تومان بوده است. یعنی تقریبا 1/5 سیرجان و رفسنجان. این وضعیت بدون سرپرست ماندن شهر صدای مسئولین جیرفت را هم درآورده. مثل امام جمعه جیرفت، فرماندار و اعظمی، نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی. اعظمی چند هفته پیش در یک مصاحبه به اعضای شورای شهر جیرفت هشدار داده و گفته بود بلا تکلیفی شهرداری لطمات زیادی به شهر زده است. واقعیت این است که عملکرد کسی که سمت شهرداری با حکم استاندار را دارد با کسی که سرپرست است متفاوت بوده و این موضوع از دید مردم پنهان نیست. حال با این وضعیت بدون شهردار ماندن و البته اختلافات و حواشی که در شورای شهر جیرفت جا خوش کرده، به نظر میرسد جیرفتی ها فعلا باید برای دیدن اقدامات منسجم یک شهردار جدید صبر داشته باشند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.